چه اسم زیبایی انتخاب کرده اید سرورم. احمدم، شهزادم، دیگر کافی است. شما به اتاقتم بروید. بروید عزیزم. لاله‌زار، او را نزد دایه ببر. عایشه مانند احمد و خانزاده کایا را نیز نخواهد دید. سرورم، سرورم چنین نکنید. این جزا از مرگ بدتر است. مرا از فرزندانم جدا نکنید. به خاطر رضای خدا، من عبرت گرفتم، جزایم را کشیدم. این آخرین دیدارم با تو سایشه. دیگر نمیخواهم تو را در قصرم ببینم. به محض اینکه بهبود یافتی خواهی رفت. تو را به آماسیه تبعید میکنم. سرورم، سرورم چنین نکنید. والدم، کمک کنید. اگر به فکر من نیستید به فکر فرزندانم باشید. فرزندانم بی مادر بزرگ شوند. والدم کمک کنید، خواهش میکنم. انتظار داشتی چه اتفاقی بیفتد؟ آیا کارهای تو فراموشم می شود؟ تو شکر کن که جانت را بخشیدند. پس سنوبر تو هستی؟ شما نیست سینان پاشا هستی. سلطان مراد نباید از ایزنیک باز میگشت، اما تو مانع شدی. قبول کنید تا زمانی که کشم سلطان زنده است. مرگ سلطان مراد هیچ فایده ای ندارد. حتی من که مدت کوتاهی است در حرم هستم این حقیقت را فهمیدم. تو خاتون خیلی دانایی هستی، نمیتوانم بگویم که ناحق میگویی، ولی او نیز ضعف‌هایی دارد و ما بزرگترینش را میدانیم. آن چیست پاشا؟ بیماری به نام مرض قند. زمانش که برسد به آن نیز رسیدگی میکنیم، البته به کمک تو. به این خاطر باید به او نزدیک شوی و کاری کنی دوستت داشته باشد. شما آن را به من بسپارید. عالی است. اگر هم اطلاعات مهمی کسب کردی با غلامان به من خبر بفرست. هر طور شما بخواهید. بهتر است من به حرم بازگردم. نباید شک کنم. شما صلاح را بهتر می دانید، لکن جسارت نباشد. پیشنهاد می کنم در این باره تجدید نظر کنید.
موضوع درباره عایشه سلطان است، مادر فرزندانتان. دیگر نیست مصطفی. روزی که به من، به خاندان و به فرزندانش خیانت کرد، مادری تمام شد. من حکمم را صادر کردم. هرگز بازگشتی ازم نیست. امر و فرمان برای پادشاه بزرگمان است. سلطانم عرابه را حاضر می کند. وقتی تمام شد دیگر راهی می شوید. پس زمانش رسید. جانتان را بخشیدند. مهم همین است. من باور دارم که با زمان همه چیز درست می شود. شاید ماها و سالها طول بکشد، لکن درست می شود. انشالله نارین. روزی می رسد که سرورمان در یک تبسم احمد و یا در یک عشق شهزاده ام مرا میبیند، یک رد از من میابد و مرا در کنارش خواهد خواست. دیگران زمان من دوباره جان خواهم گرفت. داخل شو. جناب سلاح‌دار، سلامت هستید؟ خوبم حسین، خوب. تو برای چه آمده ای؟ پدرتان جناب وزیر گانزاده میخواهند شما را ببینید. بسیار اصرار دارند. همسر اولم عایشه سلطان، کسی که به دولت عالیه و خاندانم خیانت کرده، خائن است و مانند تمام خائنان دیگر جزایش به صورت مطلق اعدام است. به محض خروجش از پایتخت در اولین منزل باید به جزایش برسد. سلطانم، بعد از آن حادثه دردناک نتوانستم به دیدارتان بیایم و عرض ارادت کنم. تسلیت میگویم. به تو نیز تسلیت میگویم. در حالی که من در تلاش برای فرزندانم هستم، آنها یک به یک نابود میشوند. نمیتوانم مانع شوم. نمیتوانم جلوی مرگ را بگیرم. سلطانم، اولین حقیقت این است که بدانیم خاک خواهیم شد. همه ما روزی به خاک برمیگردیم. در مقابل امر خداوند کسی نمیتواند بایستد، نخواهد ایستاد، نمیتوان مانع شد. دوباره تسلیت میگویم. سلطانم، مسبب تمام این اتفاقات سلاح‌دار آقاست. جسارتم را ببخشید.
ولی مانند ابرهای سیاه شما را در بر گرفته است. حرف حق جواب ندارد. زمانی موسی چلبی نیز همینطور بود. به خاطر او در برابر همه ایستاد. در نتیجه دوسیان بزرگ اتفاق افتاد. مصاحب باید دانا باشد و راه درست را نشان دهد. من در تلاش هستم که کنار سرورمان باشم، ولی میدانید امورات پایگاه زیاد است و نمیتوان پایگاه ینیچری ها را رها کرد. وظیفه ی تو مهم است. ینیچری باید مانند یک مشت باشد و با آن مشت فقط دشمنانمان را نابود کند. هیچ شکی نداشته باشید سلطانم، ولی ممنوعیات، حکم اعدام ها، قتل شیخ الاسلام آرامش را گرفته. اگر اینطور پیش برود برای برقراری نظم نمیدانم باید چه کنیم. ما باید قوی باشیم. هم سرورمان، هم شاهزاده هایم، هم دولت و هم خاندان را باید حفظ کنیم. باید استوار باشیم. هرگز نباید شکست بخوریم، فهمیدی؟ مصطفی پسرم، بارهاست به اینجا می آیم ولی نمی گذارن تو را ببینم. جانم را نادیده گرفتم و گفتم این بار تا تو را نبینم باز نمی گردم. اتفاقات را که می دانی، وقت ندارم. به زودی از اینجا می روم و به بوسنی باز می گردم. لکن پیش از بازگشتم از تو خواسته ای داشتم. گوش می دم. آباز مهمت پاشا یک رشوه گیر بسیار وقی هست. مردم بوسنی را دچار سختی کرده، خصوصا مرا. با بهانه های بسیار تعجب برانگیز تمام ثروتم را از من گرفت. یعنی هر آنچه این همه سال با رنج و زحمت داشتم و نداشتم را از من گرفت. پس به این خاطر آمدی؟ وضعیت آنطور که فکر میکنی نیست پسرم. من همسرم، برادرم و خواهرانت محتاج لقمه اینان شده ایم. خب فکر کردم شاید تو پادرمیانی کنی که مسئله ختم به خیر شود. ببین، همه چیز اینجاست. این اموالی است که به ناحق از من گرفته. شکایات مردم و جرائم پاشا نیز اینجاست. وقتی تو را در پایتخت دیدم گفتم حتما دلتنگ شده ای و آمدی، لکن اشتباه کردم. گویا برای حفظ مال و اموالت و طلب یاری کردن آمده ای. مگر می شود پسرم وقتی ازدواجت را... من درباره اصل این مسئله تحقیق خواهم کرد. از من منتظر خبر باش. برای چه آمده ای؟ برای دیدن کاری که کردی؟ خب ببین، به خاطر تو همه چیزم را از دست دادم. مراد را، فرزندانم را. دیگر حتی آنها را نخواهم دید. هیچ کس را سرزنش نکن. تاوان کشتن آن همه بیگناه و فرزند من است. پس فرزندان من چی؟ آنها چه می شوند؟ احمد، شهزاده، حتی کایه کوچک بی مادر بزرگ می شود. شاید این برای آنها بهتر باشد. زندگی آنها را نیز مانند خودت نابود می کردی. مطمئن باش، دور از تو بسیار خوشبخت خواهند شد. هرگز. ای کاش، ای کاش فرصت داشتم و تو را می کشتم. لکن خیال نکن که نجات یافته ای. روزی می رسد که باز می گردم. دیگران زمان هر آنچه که از من رو بوده ای دوباره از تو پس می گیرم. آن روز هرگز نخواهد رسید. هیچ وقت دیگر نمی توانی به این قصر بازگردی، زیرا سرورمان و
فرمان مرگت را داده. چه فرمانی؟ چه میگویی؟ دروغ میگویی. مراد مرا نمیکشد، فقط مرا تبعید میکند. من نیز چنین گمان کردم، ولی حقیقت ندارد. با چشمان خیش فرمانی که داده بود را دیدم. به محض خروج از استانبول در اولین منزل اعدام خواهی شد. مهمت پاشا، در پی شما بودم. مسئله مهمی است که باید صحبت کنیم. خیر باشد جناب سلاح‌دار، مسئله چیست؟ همانطور که می‌دانید پدرم جناب وزیر دانزاد سینان به پایتخت آمد. برایم از حوادث تلخی که میانتان گذشته سخن گفت. طبق گفتش تمام دارایی‌اش را گرفته‌اید. پس وزیر گانزاده از من شکایت کرده. تو نیز حرف او را باور کرده آمده اینجا و مرا بازخواست میکنی، درست است؟ فقط با حرف نیست پاشا. تمام اتفاقاتی که در بوسنی افتاده در دفتر قاضی نوشته شد. خواستم تا اصل ماجرا را از شما نیز بشنوم. تو که هستی که بخواهم توضیح بدهم؟ پس در این صورت برای سرورمان توضیح بدهید پاشا، زیرا موضوع مورد بحث تنها پدرم نیست. مردم بوسنی به خاطر رشوه گیریتان خشمگین شدند. حرف ثروت شما بر سر زبان است. مراقب باش سلاح دار، چون داماد خاندان شده ای خودت را برتر می دانی. باید حد و حدودت را بدانی، وگرنه وگرنه چه می کنید؟ ها؟ چه می کنید؟ اینجا چه خبر است؟ سلطانم، این چه رذالتیست؟ باید ببخشید سلطانم، هرگز نمیخواستم شاهد چنین حادثه ای باشید. سلاح‌دار آقا با حرف پدرش جناب وزیر گانزاده به اینجا آمده و ندانسته مرا مورد اتهام قرار داده. گویا اموالشان را در بوسنی ضبط کرده. اگر آتشی نباشد دودی هم بلند نمیشود سلطانم. پدرم چرا باید بیدلیل شکایت کنه؟ ضمناً درباره پاشا ده ها شکایت هست، رشوه، ظلم و ستم و بسیاری دیگر. آیا گفته هایش درست است؟ تهمت از سلطانم. در تمام طول عمرم هرگز رشوه نگرفتم، به کسی هم ستم نکردم. خب پدرش، مشکل او با تو چیست؟ سلطانم، زمانی که برای جنگ به لهستان رفتم یک پاشا را جانشین خود کردم. میان او و پاشا خصومتی پیش آمد. پاشا نیز اموال او را ضبط کرد. من نیز به محض بازگشت مسئله را فهمیدم، پاشا را عزل کردم، جزایی هم که نیاز بود دادم. لکن پاشا اموال را فروخته و دارایی را دزدیده بود. وقتی چنین شد نتوانستیم از خزانه آن را بپردازیم، برای همین دچار اختلاف شدیم. قاضی ها نیز مرا محق دانستند. مقصر مجازات و قاضی حکمش را صادر، موضوع مختومه شده. تو دیگر برای چه بازخواستش میکنی؟ سلطانه کافیست، موضوع مختومه شده، دیگر هم به جریان نمی افتد. می توانی بروی. سلاح‌دار،
سلطانم اینجا چه میکنید؟ به اتاقتان بازگردید. درست است لاهدار، سرورمان فرمان مرگ مرا داده، تو باید جانم رو بگیری. درست است. شما این را از کجا می دانید؟ فاریا گفت. فرمان مرگم رو با چشمهایش دیده. آیا درست است؟ آیا برای اعدام من فرمان گرفتی؟ خیر سلطانم، چنین فرمانی نیست. حکم شما کاملا مشخص است، تبعید خواهید شد. اگر این طور است چرا به من نگاه نمی کنی؟ چرا نمی گویی خیر ممکن نیست و سرورمان چنین نمی کند؟ چرا با ترحم به من نگاه می کنی؟ درست دست داری، سرورمان مرا مادر فرزندانش را خواهد کشت. سلطانم چرا چنین میکنید؟ ترک اتاقتان ممنوع است. خدای ناکرده اگر سرورمان بفهمند. چه اهمیتی دارد لاله‌زار؟ دیگر اتفاقی که باید افتاد، پیش از آن که بروم میخواهم فرزندانم رو ببینم. البته والده ایمان نیز اجازه دادن. شما به اتاقتان بازگردید. فوراً رسیدگی می‌کنم. لاله‌زار کالفا، سلطانمان را رها نکن. هرگز تنهایش نگذارید. هرگز. احمد مادر جان، عزیزان من، نوزادم کجاست؟ نزد دایه از سلطانم، در زمانی مناسب او را می آورم. می خواهم با فرزندانم تنها بمانم. سلطانم برای آخرین بار این را از من نگیرید، لطفاً بروید.
بعد از ممنوعیات تاجران قهوه و توتون دچار شرایط خیلی سختی شدند سلطانم. بازار کسبه نیز از رونق افتاده. باید هر چه زودتر تصمیمات اقتصادی و سیاسی اتخاذ کنیم. یک مصیبت تمام نشده دیگری آغاز می شود. تجاری که در شرایط سخت هستند را شناسایی کنید. به آنها از خیریم کمک شود تا بعد آنها را پس بدهند. فکر خیلی خوبی سلطانم. این هزینه آنها را برای یافتن پیشه دیگر یاری می کند. کسبه زیر سایه تان نفس راحتی می کشند. اگر من کاری نکنم دولت از دست می رود. خشم سرورمون مشخص است. وقتی تصمیمی می گیرد به عاقبتش فکر نمی کند. نگران نباشید سلطانم. ما از این روزهای سخت با کمک و یاری شما عبور خواهیم کرد. به جای کسانی که از ارکان دولت عزل شده اند باید افرادی معتمد و وفادار جایگزین کنم. میخواهم از هر تصمیمشان و از هر قدمی که برمیدارند با خبر شوم. به فکر سلاحدار نیز نباش. اگر هم بخواهد نمیتواند با تو در بیفتد. انشاءالله. ضمناً باید حتما فرمانده ینیچری ها را نیز ببینیم. زیرا به خاطر اتفاقات اخیر سربازان بسیار ناآرام هستند. درباره ینیچری ها نگرانی ندارم. تا زمانی که کماندار آقا بالای سرشان است از من سرپیچی نخواهند کرد. نمیدانم چقدر می شود به کماندار آقا اعتماد کنیم. زیرا به سرورمان بیش از شما وفادار است. وفاداری کماندار به دولت عالی است پاشا. مصطفی، چه کردی؟ آیا توانستی سرورمان را ببینی؟ با مهمت پاشا صحبت کردم. انکار میکند. میگوید مسئول این وضعیت نیست. او اموال را ضبط نکرده، کار جانشینش بوده. او را نیز مجازات کرده. تو در محکمه نیز شکست خورده ای. کسی که دزدی میکند قطعا ردی به جای نمیگذارد. گناه خودش را برگردن آن بیگناه انداخت و او را نیز عزل کرد. حتی اگر اینطور هم باشد، بی هیچ مدرکی نمیتوانم این پاشای بزرگ را متهم کنم، مخصوصا وقتی کشم سلطان نیز مسئله را مختوم اعلام کرد. اصلا تعجب نکردم. ثروت پاشا بیش از همه برای کشم سلطان سودآور است. بیشترین سهم رشوه هایش را نیز به خیریه او میبخشد. آیا از جانت سیر شده ای؟ اگر یک نفر این حرفهایت را بشنود سرت را میبرند. همه چیزم را از دست دادم. سرم را هم ببرن غمی نیست. این موضوع را شخصا بررسی میکنم. اگر حرفای درست باشد حتما آن را ثابت میکنم. تا آن روز با هیچ کس صحبت نکن. به بوسنی برگرد و منتظر خبری از من باش. چگونه بازگردم پسرم؟ هیچ سکه و توشه‌ای ندارم. به اقامتگاهت غلامی را میفرستم. برای سکه میآورم. میگیری و میروی. مصطفی پسرم. بعد از آن روز تو را به خیر و مرا به سلامت. میدانستم مرا تنها نخواهی گذاشت. نباید گریه کنید. من شما را تنها نمیگذارم. هرگز جدا نمیشوم. شما را نیز با خود میبرم. آنجا بهشت ماست. آسمانش آبی است و زمینش سبز و خرم و چشمه‌های بسیار پر آب و زلال دارد.
آنجا میتوانی اسب سواری کنی شاهزاده، و هیچ کس نمیتواند به گرد اسبت برسد. از گلهای باغش برایت تاج درست میکنم سلطان زیبایم، با عطر گل سنبل و لاله هر روز صبح بیدار میشوی، هر شب با هم ستارگان را تماشا میکنی. از تمامی قصه ها و حتی سختی ها به دوری، آرامشی که در این قصر نداشتی و حتی خوشبختی را آنجا پیدا میکنی. پدر نیز همراه ما میآید. والد سلطان من در باقی قصر هستند، اگر میخواهید فوراً خبردارشان. لزومی ندارد، میخواهم فرزندانم را ببینم. عفو کنید سرورم، لکن شاهزاده من و سلطان من در اتاق عایشه سلطان هستند. والد سلطان من اجازه دادند تا پیش از رفتن والدهشان او را ببینند. مادر شاهزاده هم بگو دخترم. من خوابم می آیم. به خواب فرشته زیبایم، تو نیز احمدم، شاهزاده شیر مرد من. سرم احمدم، شهزادم Thank you.
مراد. والدم شما چه کردید؟ عاقبت آلرسن کماسن بردیت ölüm bir zamanda yine gel çıkıp bozkırlara ulaşamadım yalan dünya sana çıkışamadım eşim ve dostumla buluşamadım شهزادم احمدم تو بهشت من در این دنیا بودی مراد. اولین روزی که تو را دیدم، اول صورتت را دیدم، بعد قلبت را، سپس مهربانی که با تمام اتفاقات از دستش نداده بودی، زخمهایی را دیدم که از همگان پنهان کرده بودی، حرفهای ناگفتت را شنیدم، آرامش، سعادت، عشق، هر آنچه که از دست داده بودی را من به تو دادم، به تو فرزند دادم. با دنیا آمدن هر کدامشون با یک دیگر خوشحال شدیم، جانی تازه یافتیم. لکن تو به من و به عشق من خیانت کردی فاریا. از روزی که او آمد گذشته را از یاد بردی و هیچ دانستی، از ما گذشتی. اکنون هر آنچه که به تو دادم را پس میگیرم، قلبم، روحم، فرزندانم را با خود میبرم. آنها را قربانی خشم تو نمی کنم، زیرا میدانم روزی میرسد و تو هر کسی را که دوست داری نابود میکنی. Git ölüm bir zamanda yine gel. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadım. Eşimle dostumla buluşamadım. Ölüm bir zamanda eşimle dostumla buluşamadım. Ölüm bir zamanda araç olan belki konup göçerken şerbetini tas tas içerken yine buldun beni senden kaçarken. Halbuki ölüm bir zamanda yine gel.
senden kaçarken. Ay kurtulurum bir zamanda.